سلام عرض می خدمتتون روزتون بخیر دکتر سرگلزایی هستم و یادداشتی رو که نوشتم براتون می خونم عنوان این یادداشت هست هانا آرنت کارل دیاسپرز و مسئولیت سیاسی هانا آرنت در سال 1906 در یک خانواده یهودی آلمانی متولد شد و از سال 1924 به تحصیل در رشته فلسفه در دانشگاه های ماربورگ، فرایبورگ و هایدلبرگ پرداخت و شاگرد ادموند هوسرل، مارتین هایدگر و کارل یاسپرز بود که هر کدومشون نقش برجستی در اگزیستانسیالیسم آلمانی و پدیدارشناسی یا همون فنومنولوژی داشتن. رساله دکترای فلسفه هانا آرنت زیر نظر کارل یاسپرز انجام شد روان پزشک فیلسوف آلمانی عنوان رساله دکتراش مفهوم عشق در دیدگاه سنت آگوستین بود. میدونید که سنت آگوستین از متعلهین بزرگ کلیسای کاتولیک است. کارل یاسپرز هم در سال 1883 در آلمان متولد شده بود و در 1908 تحصیلات طبش رو در دانشگاه هایدلبرگ تموم کرده بود و همون سال هم وارد تحصیلات روانپزشکی در همون دانشگاه شده بود. یاسپرز در 1913 کتاب آسیب شناسی روانی عمومی یا جنرال سایکوپاتولوژی رو نوشت که نگاهی پدیدار شناسی به تجربه بیماری روانی است. بعد از اون یاسپرز به فلسفه علاقه من شد. ابتدا در دانشکده فلسفه هایدلبرگ به تدریس روانشناسی پرداخت و از سال 1921 کار کلینیکال رو کلا رها کرد و وارد حوزه فلسفه شد. در سال 1933 نازی ها در آلمان روی کار اومدن و سیاست یهودی ستیزیشون رو آغاز کردند. گونتر اشترن همسر هانا, هانا آرند همون سال به پاریس گریخت اما هانا آرند تصمیم گرفت که در برلین بمونه و به مبارزه با نازی ها بپردازه دستگیریش توسط گشتاپو که پلیس سیاسی نازی ها بود و بازجویی یک هفته ایش اون رو به این نتیجه رسون که نمیتونه در درون آلمان به مبارزه با نازی ها ادامه بده بنابراین پس از آزادی از زندان ابتدا به پرا پراگ و سپس به ژنو و در نهایت به پاریس گریخت و در اونجا در کنار فعالیت های پژوهشیش به مبارزه فکری و اجتماعی علیه نازی ها ادامه داد وقتی آلمان هیتلری فرانسه رو اشغال کرد حالا آرنت به لیسبون و سپس به نیویورک گریخت مارتین هایدگر که زمانی استاد راهنمای هانا آرنت بود و دوره هم روابط عاشقانه به آرنت داشت مسیر دیگه ای رو در زندگی طی کرد او به نازی ها پیوست رئیس دانشگاه فرایبورگ شد و قوانینی رو که حکومت نازی بر ضد استادان یهودی وضع کرده بود به اجرا گذاشت و از جمله استاد خودش ادمون هوسر رو هم از دانشگاه اخراج کرد کار یاسپرز یهودی نبود ولی از اونجا که با گرت مایر که یهودی بود ازدواج کرده بود نازی ها او رو دار دارای تمایلات یهودی تشخیص دادن و در سال 1937 از دانشگاه اخراج کردند و انتشار نوشته هاش رو هم ممنوع کردند. اما یاسپرز علا اینکه این که تهدید شده بود به اینکه که اعزام بشه به های کار اجباری تا پایان جنگ و سقوط نازی ها در آلمان موند و پس از جنگ در 1948 به بازل در سوئیس مهاجرت کرد و به تدریس فلسفه ادامه داد. هم هانا آرنت و هم کاریاسپرز پس از جنگ به بحث فلسفی و روانشناسی جنایات نازی ها پرداختند. اونها سعی کردند به این سوال پاسخ بدن که چگونه مردم در مقابل نظام های فاشیستی و توتالیتاریست تسلیم میشن و به اونها اجازه میدن دست به جنایات سازمان یافته بزنند. آرنت در این زمینه دو مقاله نوشت گناه سازمان یافته و مسئولیت جهانی رو در 1945 نوشت و مسئولیت فردی در یک نظام دیکتاتوری رو در 1964 نوشت یاسپرس هم مقاله ای نوشت در 1947 تحت عنوان جستاری در گناه آلمان ها هان آرنت چند الگوی شایع در بین جنایتکاران نازی پیدا کرد یکی از اونها الگوی مهره یک سازمان یا کوگ تئوری بود پیچ و مهره یک سازمان این الگوی کسانی بود که خودشون رو پیچ و مهره یک سازمان بزرگ می دونستن و مطیع اوامر مافق بودن اونا اعتقاد داشتند شغلی به اونها محول شده و اونها به وظایف شغلیشون عمل می کنن و اگه اونها به این وظیفه عمل نکنن فرد دیگه این ماموریت رو انجام خواهد داد و فرق در نتیجه ایجاد نخواهد شد این الگوی جنایت های آدولف آیشمن بود که قبلا در یادداشت دیگه ای تحت عنوان کارمند شریف اداره سلاخی به این الگو پرداختم و در یکی از در واقع شماره های چشم تاریخ هم عکسی و یادداشتی راجبش گذاشتم الگوی دیگه جنایتکاران نازی الگوی هاینریش هیملر فرمانده اس اس بود سپاه سیاسی نظامی هیتلر ام، که در واقع هاینری هیملر رو در چشم تاریخ معرفی کردم الگوی هیملر الگوی یک مرد خانواده بود مردی که به خاطر حقوق ماهانه و تأمین زندگی خودش و امنیت و آرامش زن و بچه هاش حاضر اعتقادات شرف و شن انسانی خودش رو زیر پا بگذاره حاکم شدن امر خصوصی بر امر عمومی بهش اجازه میداد که از قید مسئولیت اعمال خودش یکسره آزاد باشه چنین الگوی امروزه در جامعه ما هم به وفور به چشم میخوره من فقط مسئول خانواده خودم هستم همدستی بین تکنوکرات هایی که با الگوی کارمند مطیع مثل ادولف آیشمن و الگوی پدر خانواده الگوی هاینریش هیملر به مدیریت سازمانی جنایات می پرداختند با اوباشی که از جنایت و خشونت لذت می بردند منجر به رویش ماشین عظیم کشتار هیتلر و سوختن زندگی میلیون ها انسان شد راجع به این اوباش هم در مقاله یونگ و فاشیسم مختصری نوشتم در این بین کسانی هم که با سکوت در برابر جنایات نازی ها به شر کهتر به شر اینفریور به شر کمتر رضایت دادن و حسابگری شخصی رو جایگزین مسئولیت مدنی کردن همون الگوی ما نسر پیازیم نته پیاز که در فرهنگ ایرانی هم بسیار شایع هست این افراد هم در واقع به نوعی به این ماشین کشتار و ماشین جنایات سازمان یافته کمک کردند کارل یاسپر در یک مقاله با عنوان در مقاله‌ای که خدمتون گفتم موضوع گناه سیاسی رو مطرح کرد همه اعضای جامعه مسئول شیوه حکومت جامعه هست و هر کس که از این مسئولیت مدنی شان خالی کنه در گناه سیاسی حکومت شریک و مقصر هان آرنت در نهایت به کسانی پرداخت که حتی با وجود خطر مرگ از همکاری تسلیم و سکوت در برابر جنایات, جنایات حکومت خودداری کردن آرن تاکید میکنه که این افراد ضرور، ضرورتا تحصیل کرده نبودند یا بینش فلسفی نداشتند بلکه در واقع این، اینگونه مینویسه پیش شرط اینگونه داوری هوش بسیار زیاد یا تجزیه و تحلیل پیچیده ی مزامین و مفاهیم نیست بلکه صرفا استعداد رویارویی بیپرده با خویش است یعنی گرایش به درگیر شدن در گفتگوی بی صدا میان من و خودم گفتگویی که از زمان سقرات و افلاتون معمولاً آن را تفکر می نامیم. آنان که مستعد اندیشیدنند اهل تردید و شکند در مسائل دقت و ریزبینی دارند و شخصا تصمیم می در چنین هنگامه های اخلاقی عمل می کنند. اگر علاقه من هستید درباره این کارهای هانا آرند بخصوص و همچنین کار یاسپرز بیشتر مطالعه کنید کتابی توسط انتشارات هرمس منتشر شده عنوانش هست هانا آرند نوشته دیوید واتسون با ترجمه فاطمه ولیانی که در صفحات 33 تا 53 این کتاب به این موضوع پرداخته شده کتابی هم داریوش مهرجویی نوشته با عنوان روشنفکران رزل و مفتش بزرگ این کتاب هم باز به در واقع این تکنوکرات ها ارتباط این تکنوکرات ها با پیشوا می پردازه و اینکه چگونه تکنوکرات هایی مثل هیملر و مثل آیشمن با قرار گرفتن در کنار هیتلر این در واقع ماشین عظیم توتالیتاریسم رو تغذیه کردن و همینطور در جامعه های دیگه و در واقع حکومت فاشیست یا توتالیتر دیگه هم همین الگو رو شما میتونید پیدا کنید به حال نسل کشی لهستانی ها رومانیایی ها و یهودی ها توسط نازی ها و جنایات اونها علیه دگرندیشان و معترضان تنها فاجعه انسانی تاریخ نیست نسل سرخپوستان آمریکا توسط مهاجران سفیدپوست نسل کشی ارامنه توسط ترک های عثمانی و نسل کشی مسلمانان بوسنی توسط سرب ها از حیث شدت و وسعت با جنایات آلمان ها در دوران نازی ها قابل مقایسه هستند اما از اونجایی که مردم آلمان مردمی با سواد و متمدن و وارث کانت شوپنهاور نیچه گوته هگل و همچنین باخ و بتوون و صدها فیلسوف و ادیب و هنرمند بینظیر بودند تحلیل روانشناختی و فلسفی اونچه توسط اونها اتفاق افتاد به فهم شکلگیری استبداد فاشیست، توتالیتاریسم و جنایات سازمان یافته در جامعه امروز بیشتر کمک میکنه آگاهی به فرایندها برای مدیریت فرایندها ضروری است متشکرم که گوش دادید دکتر سرگلزایی هستم به امید روزگار سبز